لکه څنګه چې د سولې خبرو کړنلارې وروستي کېدو کې ځان رامنځته شوی دی. تازه پخلنی عالي شورا ویلي چې ولسمشر مخالفت له امله د سولې خبرو کړنلاره لاسلیک ځنډېدلی دی. پر همدې مسله باندې بس لرو. مصطفی حسنی د پانتون استاد همدا شېبه دست قبله سره دی، بس له ده سره ادامه ورکړو. حسنی صاحب سلام، وخت مو په خیر. با سلام، خوب هستین؟ انشالله به خیر. سلام به همکاران عزیزتان و سلام به بینندگان تلویزیون شما. مننه، سلامت باشی. حسنی صاحب، واقعا ولسمشر غنی مخالفت کوي او که کوي هدف یې څه کېدلی شي؟ یعنی له دغې موضوع ګیری څخه برداشت څه دی؟ در واقع آنچه که دکتر صاحب غنی بیان داشتن و مخالفتی که کردن، با توجه به اینها، گرچند در افغانستان همواره در طول تاریخ از یک طرف مخالفت ها وجود داشته و در دوره های مختلف، چنانچه در دوره های پیشین هم میبینیم و امروزه هم دکتر غنی نسبت به موضوع بعضی مشکلات ها را دیده و نسبت به آن مخالفت دارند. اما به نظر من در واقع باید مخالفت ها را از طرفین کاسته شد و طرفین بتواند خواسته هایی که در واقع معقول است اونا را مطرح بسازه، خواسته هایی که در واقع مشروعیت آنچنانی به بار نمی آورد، بهتر است خواسته ها مطرح نشد. چون در واقع افغانستان در یک لبه پرتگاه قرار داره. افغانستان 45 سال جنگ را پشت سر گذرانده و امروز کشور در حال جنگ است. لحاظا با توجه به اینها، با وضعیت ناامنی افغانستان، با وضعیت سیاسی افغانستان و با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان، تصمیمات اوکلایی گرفته شد و مخالفت هایی که از سوی دکتر صاحب مطرح شدن در واقع باید نیازمند بررسی های جدی باشد و او خواسته هایی که در واقع مشروعیت سیاسی را به بار نمی آورد، بهتر است که او خواسته ها مطرح نگردد. خاقلی حسنی، دولت مشر ویره لطسه سخه که دلشی، آیا لدیس خویره لری چه؟ گواکې د ډاکټر نجیب الله حکومتولي وخت بیا تکرار شي او کنه خپلې ګټې بیا هم له خطر سره مخ دي؟ خب در واقع همه مباحث در دوران حکومت ډاکټر صاحب نجیب هم مطرح شد، ولی ببینید تفاوتی که بین حکومت ډاکټر صاحب غنی هست و حکومت دکتر صاحب نجیب الله در واقع خیلی متفاوت است. در دو دوره مختلف تاریخی، در دوره دکتر نجیب الله در واقع مباحث این مطرح بود که اتحاد جماهیر شوروی آمده افغانستان را اشغال کرده. پس با توجه به این، بسیاری از مردم افغانستان نمیخواستند که در واقع یک حکومت اشغال شده در افغانستان باشد و یک حکومت دست نشانده در افغانستان حاکمیت کند. پس با توجه به اینها و آنچه که مطرح بود در دوره دکتر نجیب، حزب نظام کمونیستی در واقع آنچه که گروباچوف خواستار او بود، مردم افغانستان برداشته ای را داشتند که خواسته های گروباچوف در افغانستان تحمیلی هست و خواسته های او در واقع در اینجا اجرا میشه. برعکس حالا در دوره دکتر صاحب غنی متفاوت است قضیه. در واقع ما گرچند پیمان امنیتی را با بین کابل واشنگتن داریم، اما نه به آن معنایی که تمام خواسته های ایالات متحده امروزه در افغانستان کماف سابق اجرا میشه. بنابراین تفاوت ها در میان حکومت دکتر صاحب غنی با دکتر نجیب الله هست. از این رو ما فکر میکنم که دکتر صاحب غنی بیشتر تعامل کنند روی موضوعات و بیشتر مباحثی که احساساتی هست نباید مطرح شد. در واقع افغانستان در یک مرحله حساس قرار داره که وضعیت یا عبور از وضعیت برای افغانستان خیلی مهم است. یعنی احساساتی که دل او ترخی جبی کارول پدغه حساس وقت که
واقعا د سولې پروسه زیانمنوي، ځکه انګېرنې هم همدا دي چې یو شمېر خلک په دې باور دي په څو وروستیو ورځو کې د ولسمشر لومړي مرستیال په ځانګړې توګه امرالله صالح، یعنی د ولسمشر لومړي مرستیال کومه ترخه ژبه چې د طالبانو پر وړاندې کارولې وه، د دې سبب کېږي چې دوی نورو هم ناامنۍ ته زور ورکړي او دغه پروسې پر وړاندې یو خنډ ایجاد شي. واقعا همداسې کېږي، ستاسو تحلیل په دې برخه کې څه دی؟ دقیقا ببینین، شما وقت مباحثی که از سوی دکتر صاحب غنی مطرح میشه و یا دکتر جناب امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری مطرح میشه، قطعا خیلی از مباحثش احساساتی و احساس برانگیز است. در واقع گروه طالبان به اون طرف این موارد را در واقع پذیرا نیست و نمیپذیرند. وقتی ما در موقعیت حساس قرار داریم و بیایم کار را انجام دهیم به لحاظ سیاسی که احساسات طرفین را در واقع برانگیخته نشود و همین کارهایی را که بالمقابل گروه طالبان میکند قطعا تأثیری بر ثبات و امنیت افغانستان دارد. پس با توجه به اینها تلاش کنیم تا طرفین درگیری مسلحانه که در افغانستان وجود دارد، چه از سوی گروه طالبان چه از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در واقع کارهای اساساتی نباید صورت بگیره و حداقل تلاش صورت بگیره در این دوره مقطع حساسی که قرار داریم. ما نیازمند این هستیم که کشورهای منطقه همسوی با افغانستان حرکت کند. ما نیازمند امروز این هستیم که بتوانیم ایران، پاکستان، هند و همچنین کشورهای دیگه منطقه، در واقع چین را، روسیه را، ایالات متحده یا آمریکا که در واقع پروسه صلح در دست آنها است، اینها را بتانیم همسو و همفکر با افغانستان حرکت کنند تا افغانستان به یک ثبات دائمی و از وضعیت موجود عبور کند. اگر ما بیاییم به کارهایی که احساساتی هست و در واقع نمیخواهد طرف مقابل گروه طالبان اینها را بپذیرد و هر روز اون مطالب را دامن بزنیم و نسبت به اون موضوعات واکنش بیشتر داشته باشیم، در واقع طرف گروه طالبان هم چنین عملی انجام خواهد داد. و امروزه میبینیم که بیشتر ولایات افغانستان اکثرا در دست گروه طالبان قرار دارد. پس ما نیازمند این هستیم که به یک شکلی که نه طرف افغانستان متضرر واقع شد و نه طرف گروه طالبان، در واقع یک بازی برد برد، نه بازی برد باخت، در واقع با یک بازی برد برد بتانیم طرفین درگیری مسلحانه را به پای میز مذاکره که چنان کشانیده شد، در واقع توافق هم به همان نگیره. با هر معیاری، نمیخوایم معیاراتی که غیر اسلامی و غیر قابل قبول برای مردم افغانستان باشد و یا لغو اردوی ملی افغانستان، در واقع نه با این معیار بلکه با یک معیاری که مورد پسند مردم افغانستان باشد بتوانیم با آنها توافق کنیم. و باز هم تاکید میکنیم که دکتر صاحب غنی و همچنین جناب امرالله صالح و یا کسان دیگه ای که در رأس اراکین دولتی قرار دارد بیشتر کارهایی کند که عقلایی باشد و احساسات طرف مقابل را نبرانگیزد و در واقع هرچی که احساس طرف مقابل غلبه کنیم، در واقع گروه طالبان هم در مقابل احساسات در واقع واکنش خواهد نشان داد. اوس دغه د سولې کړنلارې په اړه د حکومت ضد نقیص څرګندونې چې حکومت یې ردوي او طالبان یې نه ردوي، وایي چې نه کړنلار باندې خبرې شوي دي، مرکشي پلاوي هی تاییدوي، د څه ښکارندوی کوي؟ در واقع میتونیم اینا را بگویم، گرچن در توافقات تناقضاتی وجود دارد در واقع بین گروه طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان و همچنین از طرف دیگر متاسفانه در داخل خود افغانستان هم بعض تناقضاتی هست که اینها همه چالش ها هست فراروی صلح و نیازمند فرصت سازی دوباره برای صلح هست. پس تنش ها چی در واقع در میان دولت افغانستان با گروه طالبان باشد
و یا میان خود سیاسیون افغانستان و در واقع نخبگان سیاسی افغانستان باشد و یا اون طرف چالش های منطقه‌ای و جهانی قطعاً روی پروسه صلح افغانستان تأثیر گذار است و ما اول نیازمند ای هستیم که چالش ها را در داخل حکومت افغانستان خونسا بسازیم، همه افکارها همسو باشد و آنچه که در واقع هر که ریاست جمهوری میخواهد اون نظر شورای عالی مصالحه ملی هم باشد و از اون طرف دیگه همه افکار باید به طور مدیریت شد که با افکار گروه طالبان در واقع یا گروه طالبان همسو و فکر و هم فکر با همه خواسته ها حرکت کند و همچنین خواسته ها یعنی چه فکر کوي چې تر دې دمه څومره دغه غوښتنو سره په همسویی کې حرکت کړی دی او څومره ورته د منلو وړ دی، څومره په پام کې نیولی دی؟ در واقع آنچه که شما هم در اخبار خود گفتین، آقای سهیل شاهین بیان داشتن که روی موارد ما با هیئت مذاکره کنندگان دولت افغانستان در واقع به توافق رسیدیم و ما از این جهت خوشحال هستیم که بروند اصلی مذاکرات برگشتن اینها در واقع این چالش هایی که قطعا وجود داشت برای روی پروسه صلح از یک مرحلهش عبور کردیم و امروزه باز هم این چالش ها در داخل حکومت افغانستان و همچنین بیشتر از داخل دولت افغانستان چالش های منطقه‌ای تاثیرگذار است که ما نیازمند عبور از چالش های منطقه‌ای هستیم. در واقع تنش های میان ایران و آمریکا و همچنین تنش های میان چین و روسیه با آمریکا در واقع اینها قطعا روی پروسه صلح تاثیرگذار هست و نیازمند ای هستیم تا بتوانیم این کشورها را همسو و فکر هم فکر با دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسازیم که در واقع با پروسه صلح افغانستان همسو و هم فکر حرکت کنند و امروزه طوری باید پروسه صلح را عیار بسازیم که منافع دولت افغانستان و همچنین منافع منطقه‌ای داشته باشد تا دولت ایران، روسیه، چین با آمریکا همسو و هم فکر با افغانستان حرکت کنند. یوه بله مسئله د سولې یاد پخلاینې عالی شورا ده، څومره مسؤولانه برخورد کړی د داسې یو مهم بنسټ یا نهاد نیمګړتیا څه تاثیرات د سولې په پروسه باندې درلودلی شي؟ در واقع ایره نمیتونیم که تاثیر بر پروسه صلح بگیریم. هر نهاد جدیدی که ایجاد شد قبل از شورای عالی مصالحه در واقع یک نهاد داشتیم تحت عنوان که پروسه صلح را به پیش ببرد، هر نهاد جدید دیگه هم که شکل بگیرد قطعا روی پروسه صلح تاثیرگذار نیست. مهم از دید ما یعنی فاغلی حسنی در صلح په پروسه که اصلی تصمیم نیون که چوک که دلشی؟ در تصمیم گیرنده اصلی در پروسه صلح نه طرفین هیئت افغانستانی هست و نه گروه طالبان. آنچه که تصمیم نهایی را خواهد گرفت ایالات متحده با کشورهای منطقه هست که در واقع تأثیر منفی و مثبت اگر نتونیم این کشورها را همسو با افغانستان به حرکت در بیاوریم در واقع تاثیر منفی خواهد داشت و اگر بتوانیم اینها را همسو و هم فکر با دولت افغانستان حرکت کنند در واقع تاثیر مثبت خواهد داشت. یعنی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همسویی او هم فکری له حکومت سره د سولې په پروسه کې څومره اغیزمنه تمامیدلی شي؟ دقیقا در واقع دولت ها پروسه صلح افغانستان و همچنین که تاثیر مثبت دارد تاثیر منفی هم بر پروسه صلح افغانستان دارد، اما او طرف دیگه ای که تصمیم نهایی بر عهده طرف گروه طالبان و یا طرف افغانستان باشد در واقع نیست و همان طوری که در واقع نو دوری که آقای خلیلزاد با گروه طالبان مذاکرات را در دوحه انجام داد و در نهایت یک قطعنامه بین آقای خلیلزاد و گروه طالبان به امضا رسید و امروزه هم تأکیدی که گروه طالبان دارد بر این هست که بر محور او قطعنامه‌ای که بین
گروه طالبان با دولت آمریکا به امضا رسیده بر محوریت او قطعنامه صلح با یا مذاکرات که بین گروه طالبان با هیئت افغانستانی بر محوریت او قطعنامه به پیش برد. در واقع این برای ما این رو می‌رساند که تصمیم نهایی و یا آنچه که تأثیر بالفعل بر و همچنین تأثیر بالقوه بر صلح افغانستان دارد ایالات متحده است و تصمیم گیرنده نهایی ایالات متحده خواهد بود. در واقع آنچه که منافع ایالات متحده اقتضا کند امو خواهد در نتیجه و در نهایت امو انجام خواهد شد. دیر مننه حسنی سبلت ایسخه. مصطفی حسنی د پانتون استاد و چې په ټوله کې لکه څنګه چې ویل کېږي ولسمشر غني مخالفت له امله د سوري خبرو کړنلار ځنډېدلې ده، پر همدغې مسلې له موږ سره بحث درلود.